به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور باشین سعادتمند باشین شاگردای عزیز و گرامی ما و شما امروز جلسه دوم از فصل دوم مضمون ریاضی را میخوانیم درست است خب شاگردای عزیز یک نکته اول گفتیم کارخانگی با ما روان کنید روان کردین یا نه چرا رقم روان میکدین گفتیم که با نمبر 20964 780 255 4013 میتونید در واتس اپ و ما چی کنید روان کنید کارخانه گیر درست است یا اگر کدام سوالی داشته باشید کدام گپی داشته باشید میتونید با ما در ارتباط شوید با همین نمبر که براتون خواندم سیست خوب خب فصل دوم سیست فصل دوم اعداد طبیعی جلسه دوم است که قرار است بخوانیم خب شاگردان عزیز ما و شما امروز چی عناوین رو با هم دیگه میخوانیم اول از همه چی رو میخوانیم تجزیه به اعداد اولیه صحیح اعداد اولیه رو جلسه پیش خواندیم دیگه یا تو دیگه نه اعداد اولیه گفتیم دیگه نه با سر تخته برات مثال میزنم آلی هر عدد دیگر رو ما میتونیم به اعداد اولیه تجزیه کنیم صحیح پس اینو میخوانیم مثالم برات کار میکنم و بعد از چی رو میخوانیم طاقت میخوانیم یا توان صحیح یا نمان برش میگن طاقت توان نما پاور بهش گفته میشه پس فرق نمیکنه ما معنایش رو میخونیم برات میگم که چی هست؟ با عدادم برد است با اعدادم برات نشان میدم سیست و در آخر چی رو میخونیم قانون ضرب طاقت ها یعنی اعداد تواندار ما اگر داشته باشیم بینشون ضرب باشد چه قوانین بین نا برقرار هست. است سیست پس ما این سه موضوع رو ما و شما امروز قرار است بخونیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی با ما همراه باشید شاگردهای عزیز گرامی تجزیه به اعداد اولیه قرار است که ما یک عدد به اعداد اولیه تجزیه کنیم اول یک یادآوری میکنم اعداد اولیه کدام اعداد بود یا تو جلسه پیش خواندیم دیگه نه اگه یادتان باشد گفتیم که ما یک عدد میتونیم قاسم هایش نوشته کنیم یا مقسومون علیها صحیح است به عنوان مثال عدد 12 را علیه علیها یا قسمش نوشته کنید یعنی کدام اعداد اعدادی که 12 به پورا تقسیم شو. یعنی اگه تقسیم کنیم با قیمانده ما چند باشد؟ سفر باشد سیف پس چی میشه؟ یک دو سه چار شش و خود دوازده سیف پس یه عدد ما عدد دوازده ما چند تا قاسم دارد؟ یک دو سه چار پنج شش تا دارد اما بعضی از اعداد بود که فقط دو قاسم داشت یعنی فقط به یک و خودش بخش وزیر بود صحیح یعنی با تقسیم میکنیم باقی مانده ما چند میشه صفر میشه به عنوان مثال عدد هفت عدد هفت قاسمش نوشته کنیم میشه یک و هفت صحیح فقط هم یردو میشه دیگه هیچ عدد در پیدا نمیشه که هفت به اونها تقسیم کنیم باقی مانده صفر شوه صحیح به این عدد هفت میگفتیم عدد اولیه به عدد دو واسه میگفتیم عدد مرکب صحیح عدد اولیه پس اعدادی که فقط دو تا قاسم داشت دو تا نس دیگه درست است فقط دو تا قاسم داشت یا فقط به یک و خودش پورا تقسیم میشد صحیح است اما دوازده علاوه بر یک و خودش به اعداد دیگه چی میشه پورا تقسیم میشه صحیح پس میگفتیم چی عدد هفت یک عدد اولی است اما عدد دوازده یک عدد چی است مرکب است یک نکته هم گفتیم جلسه پیش گفتیم که عدد یک نه اولی است و نه مرکب صحیح خب اینو میفهمیم حال ما چی میکنیم میگیم یک عدد ما میتونیم به اعداد تجزیه کنیم تجزیه هم یاد نفت گفته بودیم نه جلسه پیش تجزیه به چه شکل بود شاگرد عزیز گفتیم اگر یک عدد به شکل ضرب دو عدد نوشته کنیم میگیم تجزیه کردیم درست است خب قبلی که ما تجریه به اعداد اولیه رو بگیم اول اعداد اولیه رو ما باید ما شما باید یاد داشته باشیم سه تا عدد اولی گفتیم با چی نشان میتیم با پی نشانش میتیم و اولین عدد اولی ما شما چند است دو است خب یک بود بعدی چند است دو دو فقط به یک و خودش بخش پذیر است یعنی پورا تقسیم میشه پس اولین عدد اولی ما شما چند است دو بعد از او چند است سه سه هم به این شکل است بعد از او چهار اولی است نه چهار اولی نیست چرا چون چهار به دو قابل تقسیم است دیگه نه پورا تقسیم میشه پس بعدی از او چند است دو سه پنج است بعدی هفت نو چی سه سه نو پس نو عدد چی است است چون به سه پورا تقسیم میشه بعد از هفت چی یازده سیزده عبده نوزده و تا لایتناهی سهیست؟ این سه نقطه که میمونه تا لایتناهیست به این میگیم چه سه تعداد اولی هم خب عداد اولی ما میفهمیم همی عدد است. ابی چند تا اولش با دفت داشته باشه سهیست؟ یادت باشه؟ خب آله ما چه تجزیه به عداد اولیه. یک عدد به ما بتا بگیر تجزیه کن به عداد اولیه. خیلی آسان مثال تجزیه کنیم یک مثال ببرد کار میکنیم تا متوجه باشیم به عنوان مثال عدد چند؟ عدد سی و شش عدد سی و ما میخوایم تجزیه کنیم من به دو طریق باید تجزیه میکنم یک طریق طریق شاخهی برش میگیم و به این شکل است ما سی و میکنیم و دو خط زیر از این میکشیم میگیم دو عدد پیدا کو عوامل عوامل ضربی که ضرب شو و 36 غیر یک باشد صحیح مخالف یک چند چند 36 میشه 6 6 آفرین صحیح است 4 9 4 میشه فرق نمی هر نوشته کنی من 6 6 نوشتم 6 6 باز خود شش. دانت پیدا که ضرب شو شش دو و سه غیر یک ها یک شش میشه شش ما یکو فعلا کار نداریم دو و سه خیلی چی میشه دو سه دو سه شش این شش هم بایی شکل است پس میشه دو سه, سه پس یک دو سه چار و چار تا عدد اولیه تجزیه شد یعنی سی و شش میتونیم نوشته کنیم که دو زب در دو زب در سه زب داره سه پس دو زب در دو زب در سه زب در سه یا ضرب بکنید میشه دو, دو چهار سه سه نو چهار نو سی و شش سه پس سی و شش ما و شما تا نیستیم چیکار کنیم به اعداد اولیت تجزیه کنیم پس یک بار دیگه برد میگم سی و شش میکنیم یک عدد را به ما میتونه میگه به ما به چی اولیت تجزیه کنید ما عدد میکنیم دو خط زیرش میکشیم و میگیم که دو عدد پیدا که ضرب سی و شش. و یک نباشه دیگه یک بعد ما نمیخوره بگین چند دو, سه دو میشه دیگه دو شش شش نو. هر کدام نوشته فرق و در آخر به این اعداد میرسیم و باز رو اعداد خودش چی میکنیم تجزیه میکنیم به اعداد غیر یک ها فکرت باشه یک نه یک نوشته نکنیم فیس پس همین اعداد که آخر میبره 100 درصد این اعداد چی است اولی است فکرت باشه 100 درصد به اعداد اولی هم میرسیم آمینا رو به شکل چی به شکل ضرب نوشته میکنیم پس این میشه چی 36 ما و شما چیکار کردیم تجزیه کردیم به اعداد اولی ها. اما دیگه روش یک روش دیگه هم داریم ما میتونیم چیکار کنیم 36 به شکل نوشته میکنیم ما 36 فیس یک خط پشت از این میکشم و اولین عدد اولی ما و شما چند است؟ دو آفرین امی دو است پس دو رو دایی بر نوشته میکنم سی و شش بالای دو تقسیم میکنم سی و شش بالای دو تقسیم شد و چند میشه؟ سی و شش بالای دو میشه چند؟ اجده سیف خب باز دوباره با باش با دی بر کنیم اجده رو در زیر سی و نوشته میکنیم سی رو اینجا میکنی. باز دوباره باز اولین عدد ما چند است؟ دو است تا جایی که بعد دو تقسیم میشه ما امیر را ادامه میتیم پس 18 بعد دو تقسیم میشه بله 18 بدو دو چند میشه میشه 9 صحیح 9 بدو دو میشه نه خیر 9 دو بخش پذیر نیست پورا تقسیم نمیشه دیگه نه بعدی عدد اولی ما و شما چند است پس به 3 تقسیم میکنیم 9 به سه چند میشه سه میشه باز 3 سه به سه دو نمیشه باز دوباره به سه دیگه سه به سه میشه چند میشه یک پس دقت کن دقیق روش ما شما چکار میکنیم عدد میکنیم یک خط پوشش میکشیم و میگیم 36 تقسیم بر دو همیشه از عدد دو شروع میکنیم اگر چک میکنیم اگر نشد به بعدی اگر نشد به بعدی اگر نشد به با بعدی و میشک تا آخر و 100 درصد داخل رو چند میرسیم در یک برسیم وقتی به یک رسیدیم خلاص است پس 36 چی میشه 36 ما میتونیم نوشته کنیم 36 مساوی است با درست است 2 ضرب در 2 ضرب در سه ضرب در 3 پس میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب مشابه نمیکنه پس در هر دو روش ما میتونیم ما شما چکار کنیم یک تا عدد به اعداد اولیه تجزیه کنیم درست است یک تا مثال ما دهی وسط کار میکنم به عنوان مثال عدد چند عدد چند رو بگیریم عدد عبد عدد عبد رو تقسیم کنید به چند یک خط گفته پوشش میکشیم به دو میشه به دو نمیشه صحیح است عبد به دو با پورا تقسیم نمیشه به سه میشه به سه هم نمیشه چون سه شش 18 نمیشه صحیح است به پنج میشه به پنجم هم نمیشه چون باقی یکان ازی چند است یکان ازی 7 است اگر یادتان باشد گفتیم اعداد که یکان از صفر یا پنج باشد بالای چی میشه بالای 5 پورا تقسیم میشه صحیح است پس به 5 هم نمیشه به هفت به هم نمیشه یک هفت دو هفت چهارده سه هفت یک صحیح است ابدا نمیشه به یازده به یاز هم نمیشه خود چی است یک عدد اولی است فقط به خودش میشه پس چی میشه به ابدا نوشته کنیم تقسیم بر 17 کنیم است جواب چون چند نشه میشه؟, میشه یک پس جواب چند میشه ابدر میتونیم نوشته کنیم باند بلده اینجا نوشته میکنم ابدر نوشته میکنم یک رب در ابدر صحیح؟ یعنی تجریزه نمیشه چون خودش اگر عدد اولی است فهمیدی؟ پس روش روش بسیار کاملی است که اگر عدد اولی باشه تجریزه نمیشه به شکل خودش نوشته میشه اما اگر عدد مرکب باشه میتونیم به عدد اولی چی کنیم؟ تجریزه کنیم صحیح؟ پس فهمیدی چرا هم شد دیگه نه؟ پس یک بار دیگه یا روش شاخه ما میتونیم تجزیه کنیم یا به روش صحیح؟ یک تا خط میکشیم در پشتش اولین عدد چی هست؟ عدد اولی اولی ما و شما چند هست؟ دو و دو تقسیم میکنیم و تا جایی که دو ادامه دارد ادامه میتیم تقسیم میشه باز به با دو نشد بعدی چند است به سه اگه بسه نشد به با پنج فکرت باشه به با اینا باید تقسیم کنی آه و او خاطر گفتم چند تا عدد اولی رو باید یاد داشته باشی دو سه پنج هفت، یازده سیزده معمولا سوال که در کتاب ما شما تو افت و بیشتر حساب نمیشه دیگه خلاص میشه با یک میرسیم صحیح پس ما می شد نه؟ پس چی از تجزیه به اعداد اولیه پس ما میتونیم به دو روش اعداد به اعداد اولیه تجزیه کنیم هر روش هم نوشته کنیم فرق نمیکنه هر دوش یاد داشته باش صحیح خب پس شاگردای عزیز پس چی شد تجزیه به اعداد اولیه رو ما و شما خواندیم مثال کار کردیم دیدیم که بسیار هم آسان است میتونیم چه کنیم بعد عدد مرکب اعداد اولیه تجزیه کنیم پس ما تیک مارک میکنیم که ما ما شما اولیش چی خوانده اما بعدی چی است طاقت یا توان خب شاگردای عزیز توان چی است یا طاقت برش میگیم توان طاقت نمام برش میگن پاور هم برش گفته میشه بعضی کتاب ها پاور برش میگن صحیح اما چی هست؟ یک مسلمان برد کار میکنم که بفهمی نیا کنید به شکل اگر باشه دو جمع دو جمع دو جمع دو, دو, دو جواب چند میشه بگن دو جمع دو چهار چهار جمع دو شش شش جمع دو هشت سیست و جواب از میشه هشت یا سه جمع سه جمع سه جمع سه جواب چند میشه سه سه نو میشه نو کدی سه میشه چند میشه دوازده باید سه بخش سه و سه شش باید سه میشه نو باید سه چند میشه 12 میشه صحیح؟ است جواب ما میشه 12. ز جمع است ضرب نیست جمع 3 و سه شش باید سه میشه نو کدی میشه صحیح؟ اگر باشد پنج جمع پنج جمع پنج جمع پنج, جمع پنج. جواب چند میشه پنج و 5 ده کدی سه پنج پانزده جوابش میشه بیست, می بیست یعنی ما اگر چند عدد داشته باشیم که دقیقا مثل هم باشد و بینشان جمع باشد ما یا رو میتونیم به شکلی ضرب نوشته کنیم چه رقم میگیم که تعداد از این چند تا یک دو سه چهار تعداد از این 4 ضرب در یک تایشی دو چند میشه هشت میشه درست است این چند میشه دو بگین تعداد از چند است یک دو سه چار. تعداد اعداد ضرب در یک تایشی سه چار دوازده سه است دقیقا چی میشه دوازده میشه تعداد از چند است تعداد از چهار تا است چهار در یک تایش چار پنج بیست پس اگر چند عدد ما و شما داشته باشیم بینش جمع باشد و دقیقا یه عدد مثل هم باشد میتونیم به شکل زرد نوشته کنیم تعداد از عداد در یک تا از عدد چی میکنیم؟ زرد میکنیم اما این آخری رو بگو شاگرد های عزیز بنوان مثال سه زب سه زب در سه زب, سه, زب سه تعداد از چند تاست؟ چهار تا سه است زب در یک تا ایش سه است چهار سه چند میشه؟ دوازده آیا از دوازده میشه؟ سه سه ده اینجا فکرت باشه این چی بود جمع بود اما ده اینجا چی است ضرب است او چی میشه سه سه نو ای سه س هم نو 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 اشتاد و پس ای خودش ضرب است اگر بینش جمع بود ما میتونیم به ضرب تبدیل کنیم سیست اما اگر بینشان ضرب باشد ما با چی تبدیل میکنیم به توان یا طاقت آفرین پس درس موضوع و درس ما شما چی است طاقت یا توان است پس اگر چند عدد ما شما داشته باشیم دقیقا مثل هم باشد بینش چه باشد ضرب باشد تبدیل به چی میشه تبدیل به توان میشه اگر بینش با جمع باشه تبدیل به ضرب میشه اما اگر بینش با ضرب باشه تبدیل به توان میشه و چی میشه ما توان به شک نوشتن میکنیم یک تا رو نوشتن میکنیم تعداد از این را دا ای بالا نوشتن میکنیم صحیح پس میگیم سه به طاقت چار یا سه به توان چار که این چار چی است تعداد از است که چار بار باید تکرار شود و بینش هم چی است ضرب پس فامیل چی رقم شد دیگه نه پس ما پاک کنیم توان بر نوشتن کنم پس چی شد شاگرد عزیز وفا میدیم دیگه وقتی توان داریم ما طاقت داریم باید بین اعداد ما و شما چی باشد ضرب باشد پس ما اگر داشته باشیم سه و با توان چهار معناش است که همین عدد سه را چهار بار نوشته کو یک دو سه چهار بینش هم چی بان ضرب بان چی میشه ضرب از زیارد... انجام بده سه سه نو میتونی سر نو ضرب کنی که شو بیسه هفت یا میتونی سه سر ضرب کنی فرق نمیکنه سه سه نو حال نو نو رو ضرب کن نو نو اشتادو یک سه است پس این رو چی میخوانیم؟ سه به طاقت چار یا سه به توان چار سه است پس به یه عدد پایین چی میگیم؟ به این میگیم که به این میگن پایه یا قایده میگه بعضی کتاب ها قایده یا پایه سه است و به یه عدد بالا چی میگیم ما شما میگیم توان یا طاقت یا نمای هم گفته میشه فیس پاور هم گفته میشه حال فرق نمیکنه ما طاقت میگیم یا توان میگیم صحیح؟ پس یک عدد توان رو فهمیدیم به ای عدد پایین چی میگیم قاعده یا پایه به با عدد بالا چی میگیم توان پس باید یک عدد توان که ما شما داریم باید قاعده را به تعداد توان نوشته کنیم بین با چی بانم بینش با ضرب بانم؟, با بانم؟, با بانم پس اینو بگین شاگردای عزیز دو و توان پنج چند میشه یعنی چی کنیم پنج دو بار ضرب کنیم بین خود یا دو را پنج بار ضرب کنیم فکرت باش شاگرد از پیشت غلط نشو نگاه کنید قاعده را ما باید نوشته کنیم حق میشه و این توان چی است تعداد است پس پنج بار ما دو را باید نوشته کنیم پس نوشته میکنیم یک دو سه چهار پنج بینشان چی میمانیم ضرب میمانیم خب ضرب از چند میشه دو دو چهار سه دو دو میشه چهار حالا چهار ضرب دو میشه هشت سیست هشت دو میشه شانزده شانزده ضرب دو میشه سی و دو سیست پس دو به توان پنج یا دو به طاقت پنج چند میشه جوابش سی و دو میشه خب بیرو بگیم شکر عزیز پنج به طاقت دو پنج به طاقت دو یعنی چی؟ یعنی پنج دو بار نویشته کو بینش ضرب بان پس میشه پنج پنج بین چی میمونیم زر پنج پنج چند میشه میشه پنج پنج بیست و پنج سایست. پس شاگرد عزیز فکرت باشه دو به توان پنج پنج به دو دو به توان پنج شد سیودو اما پنج به توان دو شد بیست دو پنج پس هر دو با هم مساوی نیست دو. فکرت باشه پس یادت باشه من برد میگم دوباره امید قایده را ما به تعداد توان باید نوشته کنیم بینش ضرب بانیم پس عدد ما نوشته چی میشه؟ قایده نوشته میشه و او توان چی است تعدادی که قاعده باید چی شود نوشته شود صحیح پس دیگه نه پس 5 به توان دو چه میشه 5 ضرب در 5 جواب میشه 25 سوال 7 به توان یک یعنی چی یعنی همین قاعده ما و شما 7 است یک بار نوشته کو بینش با ضرب بان خب 7 بینش دیگه عدد نداره که ما و شما ضرب بانیم پس ما 7 میشه پس نکته ها. هر عددی به توان یک چند میشه خود عدد میشه پس میتونیم به شک بگیم هر عددی که توان نداشته باشه توان چند است یک است پس ما اعداد توان از او چی است یک است ما شما داریم ده توان چند میشه یک میشه صحیح است پس فهمید چی رقم شد دیگه نه پس اینا رو فهمیدیم یک تا مثال دیگه در اینجا کار کنم دو به توان سه دو به توان سه یعنی چی درست است یعنی سه ضرب در سه دو بار سه رو در خودش ضرب می‌کنیم. صحیح است نه خیر غلط است دو فکر باشه شاگرد عزیز دقت کنید ما میگیم رو باید نوشته کنه ما حتما اینجا توان نوشته نمیکنم توان تعداد است پس چی میشه پس ما بعد دو را سه بار در خودش ضرب کنیم پس سه بار دو را نوشته میکنم دو 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 بعدش چی میمانم ضرب میمانم جواب چند میشه دو دو چهار چهار دو هشت صحیح پس دو به توان سه چند میشه هشت میشه یک نکته دیگه گفته بودیم که هر عدد به توان یک چند میشه خود عدد میشه یا میتونیم بگیم هر عددی که توان نداشته باشه توان چند است یک است صحیح یک تا مثال دیگه اینجا کار میکنم سه بر چار به توان دو خب است باشه فرق نمی میکنه گفتیم قایده ما شما چند است اینجا سه بر چار سه بر چار رو با دو بار در خودشی کنیم ضرب کنیم پس دو بار نمیشتن میکنم سه بر چار پس سه بر چار سه بر چار سیس به چی میمونم؟ ضرب میمونم فرق نمی هر عددی باشد کسری باشد اشاره دار باشد فرق نمی اما عدد دو بار در خودش میکنیم نوشتم میکنم بینشم هم ضرب میمانم خب ضرب کسران ما شما دیگه سه صورت در صورت مخرج در مخرج سه سه نو چار چار شانزده سایس بس فکرت باشه شاگرده از دقت کن من مثال کار میکنم که دقیقی بفهمی اگر باشد سه بر چار به توان دو به طاقت دو فکرت باش شاگرده از این سوال بالا و سوال پایین چه چی یه قوس دارد نه؟ وقتی قوس ها شد باشد دوباره خودش کنیم اما هیچ شخص قوس ندارد یعنی طاقت دو یا توان دو فقط از سه است از چهار نیست صحیح پس فکرت باشه هر دو با فرق میکنه سوال کتاب است سوال تمرین است کارخانگی است فکرت باشه پس اگر قوس داشته باشد اما کلش هر است داخل قوس هم چی نوشته میکنیم با تعداد توان نوشته میکنیم اما اگر قوس نداشته باشد توان دو فقط مال صورت است مال مخرج نیست درست شد پس ای چی میشه پس ای خط کسری میشه مساوی است با خط کسری این چهار خودشه کدام گپی نیست چهار نوشتن میکنیم اما سه بعد با... به توان دو چی میشه سه ضرب در سه جواز چند میشه سه سه نو نو بر چهار پس جواز نو بر چهار شد اما جواب بالا چند شد دو بر شانزده فکر باشه پس با هم دیگه چی فرق میکنه پس باید حتما فکرت باشه قوس میمون یا ن... مانده یا نمانده اگر قوس مانده باشه اما داخل قوس هر چی است به توان میرسه فید به طاقت میرسه یعنی به تعداد طاقت نوشته میشه بین چی است ضرب است اما اگر نمون فقط از صورت است از مخرج نیست فهمید چی رقم شد دیگه خب پس شاگردان عزیز این چی شد این هم از توان اعداد تواندار یا اعداد طاقت دار فیس فامیل چی هست دیگه نه خب شاگردان عزیز و گرامی پس چی شد پس ما طاقت یا توان معرفی کردیم برد مثال کار کردم و با عدد مثال زدیم برد متوجه چی شد درست هست؟ پس ما گزینه دومم چی می کنیم مارک می پس ما شما این اما مطلب آخر ما شما چی قانون ضرب طاقت ها یعنی اگر ما شما دو تعداد چه تواندار یا تا داشته باشیم بینش با ضرب باشد چی شکل میشه؟ پس قانون ضرب طاقت ها یا اعداد تواندار به چه شکل است به عنوان مثال دقت کن شکر عزیز ما اگر داشته باشیم دو به با توان سه ضرب در مثلا باشد چی بان یک تا جمع بینش دو به توان سه تا مثال اول کار میکنم دو به توان سه جمع سه به توان دو منفی یک به توان چار سیس گفته این دریافت پاسل از چند نشه؟ خب هر کدام از جدا جدا ما میکنیم جواب آخر میکشم که چند نشه درست است؟ دو به توان سه معناش چی است؟ دو به توان سه معناش است؟ که دو را سه بار با چی نوشته کنیم بینش بانیم پس زب در زب در دو بینش چی جمع است جمع, هست. جمع قوس میگیریم سه به توان دو یعنی چی یعنی سه سه را دو بار نوشتن میکنیم بین چی میمانو ضرب میمانو. پس میشه سه ضرب در سه منفی سه منفی چند یک به توان چهار یک به توان چهار چی یک چهار بار باید نوشته کن بینش با ضرب بانم فکر باشه چهار یک بار نوشته نکنی ها قایده باید همیشه هم نوشته هم. شود و توان چی است تعداد است چی یک چهار بار یک ضرب در یک ضرب در یک داره یک ببینیم جواب چند میشه خب شاگرد عزیز دو ضرب در دو ضرب در دو چند شد شد 8 صحیح فکرت باشه شاگرد عزیز دقت کنید ها که ما دیدم بعد شاگرد به شک بشاگ نوشته میکنه دو میگه که دو به توانیفه رو میگه دو سه شش غلط است ها فکرت باشه باید چی نوشته کنی یعنی قاعده را سه بار باید نوشته کنی بینش ضرب بانی ها پس به شک ایر دهی ضرب شش ها غلط است ها فکرت باشه پس دو سه شش نمیشه دو به توان یا دو به طاقت سه جواب چند میشه دو ضرب در دو ضرب در دو جواب میشه 8 صحیح خب اما بعدش سه به توان دو یا سه به طاقت دو میشه سه رو دوباره باید ضرب کنیم سه سه نو no. سه است. پس اینجا چند میشه نو no. اما یه آخرش یک ضرب در یک ضرب یک, یک چند میشه یک ضرب در یک یک میشه جواب این یک باز یک ضرب یک باز هم یک میشه یک ضرب در یک باز هم یک میشه و جواب کلا چند شد یک شد پس نوشتم بکنم جواب چند میشه 8 جمع 9 منفی 1 سه 8 جمع 9 17 سه است. منفی 1 16 و جواب آخر ما و شما چند میشه؟ شانزه میشه فیست؟ پس ما چی رقم شد دیگه نه؟ خب اگه بین جمع و منفی باشه ما میتونیم ما و شما بسیار آسان چیکار کنیم؟ حساب کنیم یاره اما اگر بین با زر باشد یک تا مثال کار میکنم من دقت کنید شاگرد عزیز عنوان مثال ما و شما داریم دو به توان سه زب در دو به توان دو دو به توان سه معناش چی دو به توان یعنی قاعده سه بار باید نوشته کنیم بینش زر پس میشه چند؟ دو زب در دو زب در دو سعیست بینش ضرب است ضرب در دو به نمای دو یا دو به طاقت دو چی میشه؟ دو به طاقت دو میشه دو یه ضرب دو سعیست؟ خب جوازی چند میشه؟ اگر دقت کنید شاگرد عزیز و گرامی به این شکل میشه نگاه کنید ما میتونیم قوس این قوس پاک کنم این قوس ها مگه پاک کنم این دو قوس پاک کنم چی میشه؟ خب بینش ضرب است دیگه پس یک دو سه چهار پنج است صحیح پس میتونم به شکل تواندار اگر نوشته کنم قاعده ما شما چند است دو کلش دو است دیگه پس میتونم دور نوشته کنم و تعداد از ای چند است یک دو سه چهار پنج پس میشه دو به توان 52 دو به طاقت پنج که اگر ضرب کنیم سی و دو میشه جوابش جواب آخر بکشیم پس ما شما میخوایم چی کنیم یک تا قانون جور کنیم برش پس دقت کنید چی شد دو به توان سه ضرب در دو به طاقت دو قیداش مساوی است پس اگر ما و شما دو عدد تواندار داشته باشیم قاعده مساوی باشد یک تا از قاعده نوشته کردیم سیست به ضرب است فکر باشه فقط در ضرب توانها یا قاعده چی میشه سه و دو چند شده جمع شده باشه ضرب نشده اگر ضرب کنی چی میشه دو سه شش میشه ولی میبینیم که دو به دو توان پنج میشه سیست پس یک قانون جور میکنیم اگر دو عدد طاقتدار یا تواندار ما و شما داشته باشیم و قاعده باشد بینش با هم ضرب باشد یک تا از قایدار نوشته میکنیم تا قطار با هم چی میکنیم جمع میکنیم فکرت باشه ده ضرب اگر جمع باشه که نمیشه جمع باید هر کدام جدا جدا حساب کنیم و جواب آخر بکشیم سیست. پس پس قانون فقط برای چی است برای ضرب است پس قانون چی شد به شد پس من اینو پاک میکنم قانون نوشتن میکنم باز مثال بر کار میکنم درست است چون میخوام چیکونم فرمول بالا نوشته کنم پس به اگر ما داشته باشیم a به توان m زبدر در ای a به توان n سیست؟ دو عدد چی داریم تواندار یا طاقت دار داریم که قاعده هر چی است است توان از m است توان از n است این اینا یک عدد است که با اون مثال دو به توان ضرب در دو به توان دو، فیست. پس یک از قایده های مساوی رو نوشته میکنیم و توان ها با هم چی میشه جمع میشه فکرت باشه پس میشه m جمع n مثالش به است مثالش اینو پاک کنم به میزنیم پس داشته باشیم دو به توان سه ضرب در دو به توان پنج به عنوان مثال قاعدهش مساوی است بله مساوی است پس یک تا از قایدار نوشتم میکنم و توان ها با هم چی میشه جمع میشه پس جواب چند میشه سه جمع پنج پس مساوی میشه دو به توان سه جمع پنج چند میشه هشت درست است پس میشه دو به توان هشت فرمول چی رقم شد دیگه نه؟ پس اولین فرمول فرمول اول چی اگر دو عدد تواندار یا دار داشته باشیم قیداش مساوی باشد بینشم با ضرب باشد یک تا از قاعده مساوی رو نوشته میکنیم و طاقت ها رو با هم چی می جمع میکنیم درست است اما فرمول دوم فرمول دوم اگر داشته باشیم a ای به توان n ضرب در b به توان n یعنی در اینجا دفعه چی مساوی است طاقت ها مساوی است توان مساوی است قاعده فرق میکنه اما توانها چی مساوی است بینشم یک تا از طاقت‌های مساوی یا توان های مساوی میکنیم اما قاعده چی میشه در هم ضرب میشه فکرت باشه پس چی میشه ای ضرب در بی نقطه که بونیم است دیگه نه این رو عنوان مثال سه به توان چهار ضرب در دو به توان چهار سه است طاقت های شش طاقت مساوی است اردوش چهار است قاعده فرق میکنه یک از میکنیم یک تا از چهار نوشته میکنیم پس یک تا از نوشته میکنیم سه است. و یه اردو رو سه دو شش پس جواب ما شما چند نشه شش به تا خط چار یا شش به توان چار میتونه نشده کنیم شش به توان چار سیست پس این هم نقطه دو فرمول دوم اما فرمول سوم یک تا فرمول دیگه هم داریم فرمول آخر فرمول آخر به شکل هست. سه به شکل میگیم میگه اگر یک عدد تواندار داشته باشیم ای به توان این دوباره خود وانه این از این به توان برسه به توان برسه سیست همون همیشه اما توانهایش در هم ضرب میشه پس میشه n ضرب در m مثالش ما در اینجا برات مثال میزنم به عنوان مثال 5 به توان 2 کلا به توان 6 بر جواب از چند میشه بگین جواب از آفرین پس قاعده که اون 5 است صحیح است اما توانش باید ضرب شود. 2 6 12 پس نوشته می کنم 2 ضرب در 6 پس جواب ما شما چند میشه میشه 5 به توان 12 صحیح است پس این سه قانون ما شما باید داشته باشیم در چی؟ در ضرب طاقت ها فقط در ضرب است در جمع اینا نیست در جمع اینا باید مثال کار کردیم جدا جدا حساب کنیم جواب آخره بکشیم چند میشه صحیح پس چی شد اگر ما شما چی داشته باشیم ضرب باشد قاعده اش باشد یک از قواعد مساوی نوشته می توانها توان ها با هم جمع میشه اما اگر چی توانها توان مساوی باشد یک تا از توان های مساوی نوشته می در هم ضرب میشه و فرمول سوم چی است اگر یک عدد تواندار دوباره به توان برسه قاعدش همون قاعده است تواناش در هم ضرب میشه درست است با عنوان مثال 5 به توان دو به توان 6 جواب چی میشه 5 به توان 12 صحیح خب پس شاگرده عزیز و گرامی پس قانون ضرب طاقت ها را خواند ما و شما درست است خب شاگرده عزیز ما پس بعدی ما شما چیست کارخانگی؟ کارخانگی چیست؟ کارخانگی گفتیم که تمرین های صفحه 34، 36، و 38 کتاب باید چی کنید؟ حل کنید با ما روان کنید چه رقم روان میکنید؟ اول برنامه گفتیم براتون از طریق نمبر 20964 780 255 40 در واتساپ میتونید با ما روان کنید درست است اگر کدام سوال هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید خب شاگرده عزیز گرامی پایان جلسه دوم مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند مهربان میسپارم